امشب با امیر صادقی کنجانی، پیانیست، آهنگساز و رهبر ارکستر گفتگو میکنم. او از جمله هنرمندان خلاق ایرانی است که همواره در آثارش از نوآوری‌های نامتعارفی استفاده میکنه و در پی کسب تجربیاتی تازه در عرصه موسیقی است. مرور کوتاهی داریم بر تعدادی از آثار امیر صادقی کنجانی. من بی می زیستن نتوانم، من بی می زیستن نتوانم، بی باده کشیده با نتوانم. شهر لندن میریم تا گفتگوی امشب رو آغاز کنیم. امیر صادقی کنجانی، بهت سلام میکنم و درود میفرستم. مرسی از اینکه در شب‌آهنگ هستی. سلام، عرض ادب، خیلی ممنون، سپاس که دوباره دعوت کردین از من و خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. تو همواره در آثارت از یه نوآوری‌های خاصی استفاده میکنی، حالا چه در عرصه موسیقی و چه در زمینه سایر المان‌های هنری. سوال من اینه که چه انگیزه از این کار داری؟ چرا همیشه به فکر کسب تجربیات تازه‌ای در موسیقی هستی؟ خیلی ممنون، شما لطف دارین اگر اینطور باشه. برمیگرده به این که من در به سیستم و در جامعه‌ای که من درش رشد کردم، برمیگرده به اون جامعه فکر میکنم. چون من از بچگی اینطوری یاد گرفتم که اگه میخواستم یک چیزی رو به دست بیارم باید چندین راه نقب میزدم تا میتونستم به اون برسم و اصولا اینطور نبود که اگه یه کتاب میخواستم حتما همین الان میتونستم برم در یه کتابخونه پیداش کنم. و از طرف دیگه جامعه من به من درست یا غلط یاد میداد که تفکرات شخصی ارجع به قانون و قوانین. و از طرف دیگه در تکمیل این موضوع میتونم اینطوری بگم که جامعه من اصولاً تفکراتش عزیمت میکرد در تفکرات دیگری بدون داشتن تجربه اون. خیلی پیچیده شد داستان از این قراره که شما یک چیزها و المانهایی رو بر اساس اطلاعات داری بدون تجربهش، مثل اینترنتی که شما یا مثل فیلمهایی که به صورت خیلی ارزون قیمت میتونی داشته باشیش در ایران و چون قوانین کپی رایت نداریم و فقط تو اطلاعاتشو داری اما تجربه واقعیشو جامعت نداره و هیچ وقت در واقع نمیتونه جامعت به صورت عملی بهش دست پیدا بکنه. و از اونجا شد که من با خودم عهد کردم که من باید تجربه کنم و در واقع پاهای تجربه رو بر روی شانه های علم بگذارم. خب یکی از همین تجربیاتی که دارین راجبش صحبت میکنیم فعالیت های شما در قالب گروه موسیقی فلوتیلا هست. درباره پیدایش این گروه توضیح بده، سن چه انگیزه ای داشته و چطور دور هم جمع شدین؟ داستان از این قرار بود که یک ملاقات ساده با گلشیفته فراهانی و مارال محمدی جرقه این گروه رو در واقع زد. مارال محمدی آهنگساز و نوازنده ویالونسله که اینجا سالهاست داره در لندن فعالیت میکنه و دانشجوه و از دوستان صمیمی منه. و از طرفی مارال دوست صمیمی گلشیفته فرهانی هم بوده و با هم در هنرستان موسیقی با هم درس میخوندن. گلشیفته یک هفته میاد لندن
ما با هم ملاقاتی داریم و قراری میذاریم که با هم ساز بزنیم بدون هیچ غرضی و بدون اینکه بخوایم گروهی رو تشکیل بدیم. در اولین جلسه تمرین به این میرسیم که یک اتفاق عجیبی داره در ستاییمون میفته و یک سفر جدیدی رو داریم شروع میکنیم و به با هم دیگه به این نتیجه میرسیم که میتونیم اینو یک گروه تبدیلش کنیم و شروع به کار کنیم. و جالبتر این که این گروه هدفش یک نوع بداهست سازی است به نام اکستمپورایزیشن، که یعنی شما کاملا بدون هیچ گونه هماهنگی قبلی و بدون اینکه هیچ گونه ملودی یا المانی رو از قبل با هم دیگه تیک کنین و با هم دیگه بخواین راجبش فکر کنین و همراهی کنین و هم نوازی کنین، میشینین در کنار هم و شروع به نواختن میکنین. از طرفی خیلی سخته این کار، ولی از طرفی خیلی در واقع میتونه اتفاقات عجیب غریب رو در هنگام نوازندگی ایجاد کنه. که بعد تصمیم گرفتیم که تمام پایه گروه رو بر اساس فرنیچر میوزیک یا موسیقی مبلمان بذاریم در بدو کار، که به این معنی است که شما موسیقی است که لازم نیست بشینید و بشنویدش، شما میتونین پخشش کنین و برین ظرف بشورین یا برین به کارهای روزمره‌تون برسین و در واقع ابتدای داستان رو بر این اساس بنا گذاشتیم. اما چرا این اسم رو براش انتخاب کردی؟ چه معنایی داره فلوتیلا؟ چون در برخی از سایت ها دیدم یه مطالب دیگه هم هست و این گروه شما رو حداقل از نظر فعالیت و برنامه ربطش دادن به یه سری جریان های خاص سیاسی، ولی شما خودت نظرت چیه؟ چرا این اسم رو انتخاب کردی؟ بله بله، منم خوندم اون آنچه که شما خونده این. داستان از این قراره که من که به شخصا اصلا وارد سیاست نشدم و نخواهم شد، به خصوص به این نوعش، برای اینکه فلوتیلا در لغت از اولا که ریشه اسپانیایی داره به معنای کشتی است، به مجموعه کشتی هایی گفته میشه، کشتی های کوچکی که با هم در طول سفر در واقع همراه میشن. ما اینو فکر کردیم که گل شیفته، خب رشته اصلیش در حال حاضر بازیگری است با بک‌گراند موسیقی که خونده، مارال چلیسته و آهنگساز و من هم همینطور، و هر کدوممون یک مشغله های دیگری داریم و دغدغه های دیگری داریم و مثل یک کشتی خودمون رو در واقع استعاره از کشتی دادیم، خودمون رو بهش تشبیه کردیم که ما هر چند وقت یه بار، هر 4-5 ماه گلشیفته بیاد لندن و ما هم که لندن هستیم و یک سفری رو با هم بریم و این رو ضبط کنیم و در اختیار علاقمندان قرار بدیم. به این دلیل اسمش رو گذاشتیم فلوتیلا، که بعد در وبسایت هایی من خوندم که نوشتن به خاطر حمایت از فلسطین یا هر اتفاق دیگه ای اسم نامگذاری شده، که اصلا اینطوری نبوده. بسیار عالی. من برای اینکه بینندگان عزیز ما آشنایی بیشتری داشته باشن با فعالیت همین گروهی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، میخوام از همکارانم خواهش کنم که بخش کوتاهی از نخستین اثر شما رو پخش بکنه، بعد برمیگردیم و با هم گفتگوم رو ادامه میدیم. خب دوستان عزیز نگاه میکنیم. بله، بخش کوتاهی بوده از اجرای گروه موسیقی فلوتیلا. اما من پرسش‌های زیادی درباره کارهای مختلفتون دارم، فکر نمی‌کنم زمان اجازه بده به همه اونا بپردازیم، ولی میخوام حتما درباره ارکستر لامپ ها هم پرسش رو مطرح کنم. چطور این ایده به ذهن رسید و اصلا چطور این برنامه رو اجرا کردی؟
این ایده برمیگرده به 2-3 سال پیش که همیشه من آرزو داشتم که یک شیوه جدیدی رو تجربه کنم با ارکستر سمفونیک، و اون هم این بود که به نوازنده بیش از نوازنده بودن ارزش قائل بشم براش و بهش فرصتی بدم که بتونه همزمان انتخاب کنه. ولی مشکل از اینجا شروع میشه که وقتی تعداد بالای شما نوازنده دارین، یک رهبر نمیتونه موقع اجرا هیچ گونه صحبتی بکنه یا اشاره‌ای بکنه که نوازنده در واقع متوجه بشه، و فقط با علائم دست میشه در واقع سرعت نواختن و در حس نواختن رو به نوازنده القا کنه، که اگرچه در تمرین ها بیشتر این قضیه مورد بحث قرار میگیره و در روز اجرا یا شب اجرا مقداریش هم شعاف هست. و ولی وقتی که شما اینطور نوشته داری، اینطور موسیقی رو مینویسین، دیگه نوازنده کاری جز نواختن نمی کنه. در این سیستم که من طراحی کردم اینطوریه که هر نوازنده رو بهش چند ملودی دادم، بخوام خیلی ساده بگمش، فکر کنید هر نوازنده 8 ملودی داره که این 8 رو میتونه خودش انتخاب کنه که کدومش رو اجرا کنه، و شما حساب کنید اگر 20 نفر نوازنده داشته باشین و هر کسی 8 ملودی داشته باشه که گاهی این ملودی ها مشترک میشه، چه اتفاق عجیبی میتونه بیفته. از یه طرف میتونه اصلا موسیقی شما جواب نده، از طرفی دیگه میتونه بر اساس شانس و اتفاق شما موسیقیتون رو دوباره باز خلق کنیم، و خالق اون آثار دیگه شما نیستین، زمان، مکان و نوازنده به صورت یک مناسک. وقت از نظر تکنیکی چجوری اجرا میشه؟ یعنی اعضای ارکستر هستن در یه صحنه، بعد این نورها، لامپ‌ها چگونه با اینا ارتباط دارن؟ شما این رو چطور پرداختی؟ بله، 2 قسمت. قطعه‌ای که مثلا آخرین قطعه‌ای که ما در لندن اجرا کردیم که دیگه در واقع پریمیر لایت بالب ارکسترا در لندن بود، اینطور بود که به 2 قسمت تقسیم کرده بودم. یک قسمتش با میکسر نور بود که خودم به صورت دستی رهبری میکردم، و وقتی میدیدم مثلا یک نوازنده فلوت الان خیلی ملودی خوبی رو انتخاب کرده، یا یک نوازنده نی داره با هارپ یکی از المان‌های رو اجرا میکنه که خیلی زیباست، میگذاشتم ادامه پیدا کنه و بقیه ارکستر و لامپاشون رو خاموش میکردم که این 2 نفر مثلا بنوازن. یه قسمتش این بود که با دست این کار رو میکردم و میکسر نور جلوم بود. یه قسمت دیگهش کامپیوتر بود با سافتویری به نام مکسیمس پی که یکی از مدرن ترین سافتویرهای امروزی است برای موسیقی و برای در واقع هنرهای چند وجهی استفاده میشه، و اون رو به صورت شانسی کامپیوتر خودش تعیین میکرد، برای اینکه من مثلا 10 تا انگشت بیشتر نخواهم داشت و 10 نفر رو، 10 تا لامپ رو همزمان میتونم بهشون کیو بدم، اما کامپیوتر کامل میتونست به کل ارکستر کیو بده و میتونست به صورت رندوم انتخاب کنه. و موسیقی جالبش این بود که شما اگر 3 شب اجرا داشته باشی هیچ شبش مثل هم نمیشه، و بستگی به واقعا اتفاق داره که شما اونجا باشی در شب اول یا در شب سوم، برای اینکه فضا ممکنه گاهی شبیه بشه، اما 80% موسیقی متفاوته. و خب خیلی زیباست، شما یک قطعه رو خلق کردی که هر بار اجرا کنیش متفاوته، و کاملا متفاوته، نه تو سرعت و نه توی احساس، کاملا رنگ تغییر میکنه، کاملا ملودی ها تغییر میکنه، و برای تماشاگرای من خب خیلی جذاب بود. از طرفی هم درستم. این سیستم یک سیستم جدیدی است، در حال خیلی باید روش بیشتر کار کنم تا دیولوپش بدم، گسترشش بدم و بتونم کنسرت های متعددی رو داشته باشم. امیر صادقی کنجانی از شرکت در برنامه شب آهنگ سپاسگزارم.